دیدم یه احساسی کردم که اولا ایشون یکی از پشتیبانان خیلی خوب این بنیاد هستن، دومی که به من بچه ها میگم معلم من هم. من در مکتب ایشان چیزهایی و وقتی دیدم که با این پایشون با این چشمشون که تازه اخیراً من کردن و با دردهایی که دارن و هیچ وقت برای هیچ کس درد نیستن با نهایت شجاعت مثل یک شیرزن آمدن، گفتم این نهایت بی‌انصافیست که من اگر امشب حال و هوای همیشه را نداشته باشم و وقت شما را تلف کنم. اینه که رفتم به پسرم گفتم که انرژی خود را باز یافتم. درباره عشق و روزی فرا خواهد رسید که بشر پس از تسخیر فضا به امید خدا انرژی عشق را خواهد شد و آن را مهار خواهد کرد و ما در طول تاریخ تمدن برای دومین بار شاهد کشف آتش خواهیم شد. آتش عشق، آتش دوست داشتن، آتش انسانیت و آتش مهر و محبت. و در آن روز حافظ خواهد گفت مگر سالها پیش برایتان نسرودم که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. آدم ها وصیت میکنن که اموالشون رو به کی بدن، تجار وصیت میکنن که سرمایه هاشون رو چگونه نگهداری بکنن، اما آدمایی بودن که هیچی نداشتن، شاید اولادی نداشتن، اولاد ظاهرا جسمانی، ولی تمام دنیا را اولاد خود میدیدن و چون هیچی نداشتن براشون گنج بی زوال گذاشتن، گنج نگذاشتن و بر رنج نیفزیدن. یکی از این مادرها و بچه هاش نوشت که عشق را بگسترانی، به هر کجا که پا میگذاری عشق را بگسترانی، اول از همه در خانه خود،
عشق را به فرزندانت، به زن یا شوهرت، به همسایت نسبت کن. اجازه نده کسی پیش تو بیاید و تو را بهتر و شادتر ترکت نکند. مظهر مهر خدا باش، مهر را در چهره خود، تبسم خود، در چشمان خود و در برخورد گرم خود به دیگران نشان بده. اجازه بدید که برنامه امشب را با یک قسمت از موسیقی آغاز بکنیم. من یه دوستی دارم، اخیراً پیدا کردم، خیلی هم سن و سال نیستیم ولی هم عقلیم، به هم دیگر را درک میکنیم، به هم دیگر خیلی دوست داریم. این سروش خانه میاد اینجا و برنامه را تهیه کرده برام اجرا میکنه. سروش جان
رقیب ما هستن و من انشاءالله که برای دفعات بعد باز هم با ما همکاری خواهم کرد. یه مقدار در گذشته یک عده از شعرهای ما فقط راجع به درد و غم و جدایی و حتی به مثال یارم میرسید باز از غم مینالیده. بعد آقای طبوز از اینا نیستن، ایشان از صحنه‌های زیبای زندگی لذت میبرن و شعرشون رو میشنن میسرایم و بازگو میکنن. قیافه‌شون هم خندان بلنشو بیا آجه کارو بیا آجه کارو. بندم همین عقیده دارم که این شعر مال حافظ نیست، علاوه بر تو معنیش بود. الا یا ایو هست الا معنی خان، خان ای دل عیدن، یعنی خطاب ای ساقی بریز جامی بخور. الا یا ایو ادر یعنی بریز، کاسن کاسن یعنی همون کاسه جام تناول کنیم. متا ما ترک منده چنان که میخوایی تلاقی کنی با اون کسی که در هوا دوستش داری در دنیا، با دنیا بدا با اون رو محمل بده در دنیا بهمه. خلاصه معنی شعر این هست که زندگی در دنیا یعنی می و وصال معشوق و بزن بر سر یاری که اونم عالم دارم. من که دوست دارم حافظم تو توضیح حالا که عشق آسان نمود از قبلی افتار موشه همچی شعر در دنیا داره کسی نه. این مثل یک کوه نوری باید در مقابلش یک دریای نور باشه، نه یک ساقه بری جامعه بخوریم که اصلا رد دیگه نمیداره. حالا من براتون میگم
یه شخصی در کرمان مریض شده بود، رفته بود بیمارستان مرسلین دکتر داستان و دکتر بود، بهش گفته بود که شما چطور شد اینطور شد؟ امراض مقاربتی گرفت بود. گفت شما چطور شد اینطور شد؟ گفت دکتر من پسته زیاد خورد. گفت پسته زیاد خورد. معالجش کرده بود و وقتی که میخواسته بره بعد از ده بیست روز گفته بود حالا هیچ دستوری ندارید که من پرهیز کنم، یه وقت عود نکنه، یه وقت فلان فلان. گفت شما که راستش هم نگفتید چطور شد اینطور شد؟ گفت من که عرض کردم من پسته زیاد خورد. گفت خیلی خب، پس دستور من این است که از این به بعد اگر خواستید پسته بخورید، پسته را با کاپوت بخورید. دیده بود مچش باز هر راستش را بود چطور شدید بود؟ گفت راستش این که من یه زن بیگانه اومده بود توی شهر، یه دفعه دیدم عاشقش بود، بعد از اون که عاشق شدم رفتم یه پولی خرج کردم، یه شب باش بودم، هفته بعد دیدم که مریض شد. بود شما عاشق شدید؟ بعد این بلا سرتون اومد. بود میگه شما کتاب حافظ نخونده بودید؟ چرا؟ و اصلا نقل مجلس اون کتاب حافظ همیشه هر شب میخونم. بگونم شعر ابنش چی نوشته؟ گفت نوشته الا یا ایات. گفت اونو بلش کن. بعد چی نوشته؟ گفت نوشته که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. گفت خدا شادی من تا الان معنی این شعر رو من آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. حالا میخوام امشب بنده دو تا شعر دارم. یک شعری هسته که معلوم نیست شاعرش کیه. من در مقابل این شاعر تعظیم میکنم. اینو در آلمان گفته 15 سال پیش از این. من در روزنامه کیهان چاپ لندن خوندم، ترجیح میدم که اول شعر اونو براتون بخونم. یه انتقادی کرده از کارنامه 10 ساله حضرت امام. سیاسی شده؟ بله سیاسی شده. نکنم خیلی شعرانی بود نمیخونم. پس شعر خودم براتون میخونم، شب انتظار. در چند رباعی تنظیمش کردم. ای دوست چرا خیره نگاه هم کردی؟ دیوانه اون چشم سیاه هم کردی؟ کردی نگهی و لیک رفتی زبرم، یک عمر اسیر عشق و آه هم کردی. رفتی و مرا عشق تو خاموش نشد، دل از هیجان و سینه از جوش نشد. از رفتنت آمدم به نزدیکی مرگ، مرگ آمد و رفتنت فراموش نشد. باز آمدنت دوباره دلخواه من است، خندیدن تا آرزوی هر گاه من است. در دست تو نیست سرنوشت من و تو، لبخند تو بیهوده تر از آه من است. دانم دلم از عشق تو خون خواهد شد، هر شب ببرم عشق فزون خواهد شد. با این همه هر سهرگه از خود پرسم، فرجام من از عشق تو چون خواهد شد. ای کاش که صبح آشنایی نبود، تا دلهره از شب جدایی نبود. ای کاش به هنگام وفاداری تو مرگ آمده بود و بی وفایی. ای چهره آشنا چه بیگانه شدی، چون شاخ گلی بودی و پروانه شدی. هر لحظه به خاطرم چون رویا بودی، یک بار هزار ساله افسانه شدی. یک روز از این سرا برون خواهم شد، در گور سیه سفید گون خواهم شد. بر سینه خاک گردشانم جویی، بر پیرهنت قطره خون خواهد. خوش شد.
خب یه تفاوتی هست بین آدمایی که موفقن و آدمایی که موفق نیستن. ما اسمشو گذاشتیم آدمای موفق و آدمای ناموفق. آدمای موفق در برابر افراد سودمند و ناتوان یکسان عمل می‌کنند. آدمای ناموفق به قدرتمندان تملق می‌گویند و ضعفا را تحقیر می‌کنند. آدمای موفق ضعف‌های خود را در خدمت توانایی خیش به کار می‌برند. ضعف‌هاشون می‌شناسن و قسمت‌های قدرتمند خودشون رو به کار می‌گیرن و از ضعف‌هاشون استفاده می‌کنن. آدم‌های ناموفق توانایی‌های خود را هدر می‌دهند زیرا که آن را در خدمت ضعف خود به کار می‌برند. آدم موفق هر امتیازی که بتواند بدهد میدهد، از دیگران تعریف میکند، دیگران را دوست دارد، به دیگران خورده نمیگیرد. آدم موفق هر امتیازی که بتواند بدهد میدهد، جز اینکه اصول بنیادی خود را فدا کند. آدم ناموفق به خاطر و به خاطر ترس از دادن امتیاز لجوجانه در مقابل تمام حقایق مقاومت میکنه. آدم موفق پس از بیان نکته اصلی مورد نظرش لب از سخن میبنده. آدم ناموفق آنقدر صحبت را ادامه میدهد که نقطه مورد نظرش یادش میده. آدم موفق دیگران را نکوهش میکند ولی آنان را میبخشد. آدم ناموفق چنان بزدل است که قادر به نکوهش دیگران نیست و چنان حقیر است که قادر به بخشیدن دیگران نمی باشد. آدم موفق سعی می کند رفتارهای خود را بر اساس نتایج منطقی آنها قضاوت بکند. آدم موفق سعی می کند که رفتارهای خود را بر اساس نتایج منطقی آنها قضاوت بکند و رفتار دیگران را بر اساس قصد و نیت آنها قضاوت می‌کند. یعنی یه نفری که ببینه یه کاری میکنه به کارش کار نداره، به نیتش توجه داره. آدم ناموفق خود را بر اساس قصد و نیت خود و رفتارهای دیگران را بر اساس نتایج آنها از آورد میکنم. آدم موفق هنگامی که میبیند راهی که در پیش گرفته با مسیر زندگی او سازگار نیست، بدون ترس و هراس آن مسیر را عوض میکند. آدم ناموفق نیمه راهی را که در پیش گرفته ادامه میدهد و به کجا میرسد باکی ندارد. آدم موفق تا دم مرگ بیشتر از آنچه که میگیرد میدهد. آدم موفق تا دم مرگ بیشتر از آنچه که میگیرد میدهد. آدم ناموفق تا پای جان دست از این توهم بر نمی دارد که پیروزی یعنی بیش از آنچه که می دهی بستان.
آدم موفق گشاده روست، زیرا که میتواند بی آنکه خود را تحقیر کند خطاهای خیش را بر زبان بیارد و به آنها بخندد. آدم ناموفق در خلوت خیش خود را پست‌تر و حقیرتر می‌بیند و حقیرتر از آن است که بتواند به خطاهای خود اعتراف کند. خب اینم از اینا رو که من از خودم در نمیارم، اینا از کتابی هست که خانمی برای من از ایران آورده، آدمای موفق و آدمای ناموفق، از آن می‌خونم. میگه یه آقای با در بیمارستان خوابیده بود، یک طرف جلوی پنجره، یا آقای دیگه خوابیده بود این طرف جلوی در. اونی که جلوی در خوابیده بود از اونی که جلوی پنجره بود هی میپرسید خب بیرون چه خبره؟ اینم میگفتش که من که از اینجا نگاه میکنم یه پارک میبینم، پارک درختهای خیلی سبز، چمن زیادی داره، اونجا یه استخر رو میبینم و مرغابی ها دارن داره شنا میکنن، اون وقت بچه ها دارن بازی میکنن و هر روز مرد اینوری از مرد اونوری میپرسید امروز چه میبینی؟ و اون میگفت که این زیبایی های طبیعت رو میبینم، گل ها رو میبینم، بلبل ها رو میبینم، آمدن رفتن بچه ها رو میبینم. یه روزی اینی که بغل پنجره خوابیده بود دچار تشنجی شد، این وریه گفتش که زنگ بزن به من کمک کن، و او این کار را نکرد، پتو را سرش کشید و خودشو به خواب زد، او دچار سکته شد و مرد. فردا از پرستارا خواست، این آقای که زنده بود گفت من خواهش میکنم جای منو با اون دوستم که فوت کرده عوض کنید، جاشو عوض کردم، او رو آوردم بغل پنجره خوابوندم. وقتی نگاه کرد بیرون دید فقط یک دیواره، تازه وجدانش بیدار شد که به خاطر حسادت دوستش را به کشتن داده و احساس کرد که اون رفیقش به خاطر شاد کردن این صحنه‌ها رو براش می ساخته. اینا در ذهنش بوده، در دنیای واقعیت فقط یک دیوار بوده و گل، و او بوده که برای شاد کردن دل این اون گل را گل و اون خشته ها را سرصدای بچه ها و اون دیوار صفر را آبشار و گل و ریاحین می دیده. و اون وقت احساس کرد که در خارج از دنیای ذهنیت ما هیچ چیزی وجود نداره، هرچی که هست مربوط به اینجاست. اینی که به ما گفتن ای کسی که دیگران را بد میدانی، ای کسی که فکر میکنه دیگران خوب نیستن، تو برو خودت را عوض کن. واقعیت اینه که وقتی بعد از ماه‌ها و سال‌ها پیش دکترها میریم، ساعتی 100 دلار 150 دلار میگیرن و ما را روان درمانی میکنن، از نظر علمی چی عوض میکنن؟ دنیا را که عوض نمیکنن، فقط دید ما را عوض میکنن. اگه بتونن، اگر بتوانن عینک‌های بدبینی ما را برمیدارن و عینک کم رنگ تر جاش میذارن، وگرنه با دنیا که نمیشه کار کرد. و الان به این نتیجه رسیدم که دنیا غیر از اون چیزی که در مغز ما هست، در ذهن ما هست، چیز دیگری وجود نداره. منتها اینو در زمانهای گذشته صدها سال، هزاران سال، عرفای ما، دانشمندان ما به راحتی در اختیار ما گذاشته بودن. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی آن که در خلق بدبین مباش، دیگر آن که در نفس خودبین مباش.
و امیدوارم که روزی برسد که ما قبول بکنیم که در خارج از ذهنیت ما هیچ دنیایی وجود ندارد. بهشت و جهنم فقط در افکار ماست. می توانیم با خوب فکر کردن دیگران رو دوست داشتن. من بارها دیدم و در بعضی از جاهایی بوده که اختلافاتی حل شده. من تو این کار بیشتر دخالت میکردم، شغل اداری من ایجاب میکرد که رفع اختلاف بکنم. من یه دهی رفتم که سر آب آدم کشته بودن. اصلا این دوتا با هم دعوای خونی داشتن. وقتی اختلاف شد با هم میخواستم اول صحبت بکنم، اینه حاضر نبودم روی همدیگه نگاه بکنم. بعد از ماها تلاش وقتی اینا را آشتی دادیم، اینا برای همدیگه قربانی کردن، اینا با دست‌های به اصطلاح پیوسته‌شون همدیگر را در آغوش می‌گرفتن، من آب شدن نفرت را در نگاه آنها می‌دیدم. بعضیشون شروع کردن به هم دختر دادن، از هم دختر گرفتن، به اختلاف حرف شد. هرچی فکر می‌کردم در بیرون چه مسئله اتفاق افتاده، چیزی به نظرم نمی‌رسید غیر از اینکه فقط ذهنیت خودشون عوض شد. بعضی وقتا من از دست بچه هم وقتی عصبانی میشم، خانمم میبینم من خیلی عصبانی هستم، فشارم رفته بالا، چرا من خیلی چرا دارم، و خانم من اینجوری نیست، واقعا یک فرشته است. نمونش این که 33 سال منو تحمل کرد. خودشم کپ میزنه. بعد اون میاد و مطلب را به گونه دیگه میبینه و میبینم چیزهایی که من بد میدیدم در ذهنیتم بوده. اینا رو عرفای ما، اگه اونا عرفای ما، دانشمندان ما، نوابغ ما، کارهایی که امروز آقایون دکترا در درمانگاه هاشون میکنن، با یک قصه ها، با یک افسانه ها، با یک ضرب المثل های خیلی ساده‌ای در گذشته برامون حل کردن. بنابراین به این نتیجه میگیریم که در خارج از یه استادی هست الان در دانشگاه برکلی یه فلسفه تدریس میکنه، شاید آقای دکتر مراد اسمشو بدونه. این آقا میاد میگه که آقای در خارج از ذهنیت ما هیچ چیزی وجود نداره. میگه اصلا تمام حوادثی که به سر ما میاد یه موجودیست خوابیده و همه اینا رو خواب میبینه و میگه من و شما روزی خوشبخت خواهیم شد که خوابای خوب ببینیم، بقیهش خواب است و خیال. و راه خوب خواب دیدن اینه که معیارهای خوب بذاریم، کینه و نفرت رو نداشت. چیزایی که به ما گفتن اگه یه وقتی دوستای دانشمند ما مثل دکتر مهراز و دیگران بیان و پندها، اندرزها، شعرهای حکیمانه‌ای که از گذشته به ما داده اند به زبانهای حتی محلی. مثلا من یادم میاد که در ترکیه آذری میگفتن که زاهد منی الله ما جهنمده اوت اولماس، اونوار که یرانوار اوت بردان آفرانوار. ترجمه میکنیم، ما ترجمه نکردیم. حالا چند نفر این ترکی رو فهمیدن که من شعر خوندم؟ ببین ماشاءالله جامعه ترک زیاد میشه. میگه زاهد بنی الله ما جهنمده اوت اولماز، میگه ای زاهد من اول نزد، در جهنم هیچ آتشی نیست، اونوار که یانالوار اوت بردان آخرالوار، اونایی که میسوزن، اونایی که در آتش می‌سوزن، آتش رو از اینجا با خودشون می‌برن. من عقیده شخصی اینه که یه وقتی اگر دانشمندان ما، محققین ما، تاریخ نویسان ما بیان و پند و اندرزهای حکیمانه‌ای که در ادبیات و عارفانه ما در گذشته وجود داشت اینا رو در بیارن، ما خیلی بیشتر برخوردار کنیم. حالا چه این دانشمند استاد دانشگاه برکلی راست گفته باشه یا نه، از دیرباز یک چیز مطرح
اگر ما هستیم چرا هستیم؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. اگر هستم چرا هستم و برای چه هستم؟ خب انواع و اقسام فلسفه آغاز شده، هر کسی اومده و مکتبی را بنا گذاشته. یک عده بر این معتقد شدن که هدف ما از این زندگی به کمال رسیدن و ما میاییم در این دنیا که به مرحله ای از بلوغ برسیم و برای این معیارهای تعیین کردن. مثلا یکی از عرفا و دانشمندان و فلاسفه بزرگ مشرق زمین به نام درویش محمد ایرانی اومده معیارهایی قرار داده، اومده گفته یکی از معیارها عبارت از اینه: روزی بشر به درجه کمال خواهد رسید و بالغ خواهد شد که اگر تاج سلطنت رو زمین بذارن کسی حاضر نیست بردر بذاره رو سرش. یکی هم گفته که عبارت از این است که انسان ها حاضر نخواهند شد که دل انسان های دیگر را بشکنن. اینجا مسئله مطرح شده که آیا بشریت به یه مرحله ای از زندگیش به نام بلوغ میرسه؟ آیا هدف از زندگی خوردن و خوابیدن و کیف کردن و بعد مردنه؟ اینشتین در یه کتابی به نام زندگی از نظر من بحث میکنه، میگه من شدیدم و با نهایت قدرتم با اونایی که فکر میکنم زندگی عبارت از لذت کشیدن مخالفه، چون لذت وجود و هدف زندگی نمیتواند خوردن و خوابیدن و تولید مثل باشه. و اضافه میکنه که اگر این هدف زندگی باشه پس خوکا خیلی موفقن. پس این چیزی به نام بلوغ چیست و چه معیارهایی در زندگی اجتماعی مطرح است که ما قبول بکنیم یک جامعه، یک افراد در یک جامعه به بلوغ میرسن. بلوغ چیست و بالغ چیست؟ عنوان صحبت امشب ما هست. و چه کسی شیرین سخن‌تر، مستندتر از جناب دکتر فرهنگ کلاغ؟ بسیار خوشحال هستم از اینکه شرفیاب حضورتون شدم. سپاسگزارم از لطف و محبت جناب مهندس فیروزی و همکاران خوب و عزیزشون که موجب یه چنین شرفیابی رو برای بنده فراهم کرد. بنده در راه که می آمدم به این فکر بودم که چگونه مطلب رو شروع کنم و ادامه بدم، ولی وقتی که آمدم دیدم جناب مهندس فیروزی که این موضوع رو انتخاب فرمودن یه جای دیگه هستن، بنده یه جای دیگه. از همین چند دقیقه در خدمتتون بودم به این نتیجه رسیدم که ایشون دیدگاه و نظرگاه احتمالاً فلسفی، انسانی، اخلاقی دارن. یعنی وقتی که درباره بلوغ صحبت میکنن نظرشون این هست که از دیدگاه فلسفی، اخلاقی و انسانی احتمالاً مسئله بلوغ کجاست. و بنده میدونید خیلی کم جرأت و جسارت این رو پیدا میکنم که درباره مسائلی که زمینه‌های فلسفی داره و احتمالاً در زمان‌ها و شرایط مختلف و برای افراد متفاوت به دلیل نه تنها دانش یا تفاوت در دانش که تفاوت در بینششون کاملاً میتونه مختلف و متفاوت باشه عرایزی عرض کنه. به همین جهت است که اجازه بدید بنده بحثم رو در اون چارچوبی که در ذهن و در راه بهش فکر کردم مرتبط کنم و اون یه بحث علمی است. یعنی بنده اصلاً وارد حریم فلسفی، اخلاقی و انسانی نمیشم و اگر احتمالاً شما هم مانند جناب مهندس فیروزی فکر کردید که بنده در این چارچوب صحبت میکنم بسیار متاسفم. احتمالاً اگر بنده فرصتی داشته باشم بعد از تنفس و خوردن نون و پنیر و سبزی و مخصوصاً گردو که اون هست همش بهتره، برای اینکه زیاد خوردن آدم رو
نشون نمیده برای اینکه کاری میکنه که به حال آدم احساس کنه هنوز کم بوده و ناراحتی احساس نکنه. بعد از اون اگر فرصتی بود بله در خدمتتون هستم که از طریق سوالات شما احتمالاً اگر مطلبی مورد نظر شماست خدمتتون عرض کنم. بعد کوشش میکنم که از وقتی که معمولاً حدس میزنم دارم استفاده کنم و به همین جهت هست که احتمالاً یه بحث سیستماتیکی رو با شما خواهم داشت. امیدوارم که خستتون نکنم، ولی خوشحال هستم که بیشتر دوستان و سروران عزیز با این مسائل آشنا هستن، مخصوصا در میان دوستان خوبی که لطف کردن تو تشریف آوردن. افراد آگاه و دانا و دانشمندی رو میبینم که من مطمئن هستم در وقت پرسش و پاسخ و یا احتمالاً اگر مطلب و نظری دارن آنچه رو که مورد نظرشون خواهند داد. مفهوم بلوغ بدون تردید مرتبط میشه به چیزی به اسم رشد یا گروث، یعنی مسئله بلوغ به مسئله رشد مرتبطه و مقصود از رشد معمولا تغییرات پیوسته است که در مسیر معینی به سمت تکمیل شدن یا تکامل حرکت میکنه. یعنی روزی که من شما درباره رشد صحبت میکنیم منظورم این است که یه مسیر معینی طی میشه و در این مسیر معین اون پدیده مورد نظر ما تغییر میکنه و دگرگون میشه، ولی این تغییر و دگرگونی یا در مسیر کامل کردنه یا در مسیر تکمیل کردنه. قصد من از لغت تکامل مفهوم خاص تکامل که در مخصوصا بیولوژی هست شاید نباشه، بلکه قصد من این هست که یه دگرگونی اتفاق میفته که این دگرگونی برای ما یه ملاک و میزانی داره که میتونیم درست و غلط یا خوب و بد یا چپ و راستش رو مشخص کنیم و بر اساس یه چنین آگاهی هست که میتونیم بگیم آیا این رشد ادامه داره یا متوقف شده یا به بیراهه رفته و این مسیر تقریبا ثابته و در نتیجه ملاک‌هایی هم به جهت اندازه‌گیریش هست. فرض بفرمایید شما اگر یه درخت معینی رو یا دانش رو بکارید یه مسیر رشدی داره که احتمالاً داشتن ابتدا ریشه است، بعدن ساقه است، بعدن شاخه است، بعدن برگ، احتمالاً شکوفه است، گله و میوه است و بنابراین این مفهوم یه مفهوم تکاملی چون به سمت از یک طرف کامل شدن خودش حرکت میکنه، از یک طرف به سمت تکمیل شدن خودش، یا حتی کلاس های مدرسه به گونه‌ای در مسیر رشده که من از کلاس اول به دوم و از دوم به سوم و از سوم به چهارم میرم و در نتیجه در این مسیر مراحل معینی رو طی میکنم که یه ملاک‌هایی به جهت احتمالاً ارزیابی این که این اتفاق افتاده یا نیفتاده وجود داره. من اجازه بدید خواهش کنم اگر ممکنه یه ذره صدا رو برای من پایین بیارید چون اکو میکنه و من کوشش میگیرم ازت کنم ازش فاصله بگیرم و دوست باز پایین داره. ممنونم. خیلی کم داد. پس بنابراین وقتی که گفتگو درباره رشد هست ما درباره یه مسیر معین و مشخصی خیلی مشخص مسیر معین و مشخصی صحبت میکنیم که این مسیر معین و مشخص از یه مراحل معینی میگذره. اگر چنین هست به نظر میرسه که وقتی که انسان به این دنیا میاد و کودک انسانی در این جهان ظاهر میشه در هفت زمینه باید رشد کنه یا در هفت زمینه باید به کمال خودش برسه یا در هفت زمینه باید کامل بشه یا میشه گفت در هفت زمینه باید بالغ بشه. پس بنابراین من و شما باید در هفت زمینه به بلوغ برسیم و اجازه بدید در فرصتی که بنده دارم به اختصار شاید اگر بتونم به هر هفت زمینه اشاره کنم و تمام مراحل شناخته شده اون رو خدمتتون عرض کنم به این امید که فرصتی به جهت بحث و گفتگو نه تنها در این جلسه در جلسات آینده باشه. پس بنابراین من و شما در هفت زمینه باید رشد خودمون رو بشناسیم. زمینه اول بدون تردید که باهاش آشنا هستیم رشد فیزیکی، یعنی من و شما یه مسیر معین فیزیکی رو طی می‌کنیم و امروز می‌دونیم که تقریبا انسان این مسیر رو به گونه‌ای پشت سر می‌ذاره و حدود 21-22 سالگی تقریبا بیش از 99% مردم دیگه متوقف میشن. یعنی بلوغ فیزیکی، بلوغ جسمانی، بلوغ مادی من و شما در حدود 20-21-22 سالگی که در جوامع مختلف که متفاوته متوقف میشه و بنابراین اگر یه کودک 4 ساله وجود داشته باشه ما میدونیم هنوز در مسیر رشده، اگر 15 سالش باشه هنوز از نظر فیزیکی در مسیر رشد هست ولی تقریبا از 17-18 بعضی ها متوقف میشن و 18-22 میرن و اونجا متوقف خواهند شد. پس من و شما یه چیزی به اسم رشد فیزیکی داریم که اجازه بدید وقتی رو صرفش نکنیم و تکلیف ما مشخص است.
به همین جهت که بعد از 21 دو سالگی ما اونقدرها تغییرات فیزیکی نمی کنیم و بعد از یک مدتی که حدود 50 سال هست یک کمی حتی از اون مراحل بر می گرده، به طور قدری که داشته بلند می شده از حدود سنی که در جوامع مختلف متفاوته یک کمی شروع می کنه آب رفتن و این همون چیزیست که برخی از اوقات می شه دید که ماشاءالله ما چه جوان رعنایی بودیم، حالا از رهنماییت افتادیم و علت شبیه هست که بقید سن آمده و یه واقعیتیست که احتمالا بیشتر دوستان و سرداران عزیز من نه به خاطر اینکه به اون مرحله رسیدم بلکه در دیگران اون رو دیدم که چه اون آدم ها. پس تکلیف رشد فیزیکی من شما مشخص. رشد دومی که میدونم در یه جلسه مفصل اینجا راجبی صحبت کردم، به نام این جزبی فقط بهش اشاره کنم بگذرم، رشد شخصیتیست، یعنی personality growth یا personality maturation، که این رشد شخصیتی به نظر میرسه از سه مرحله میگذره. مرحله اولش اون مرحله است که در چارچوب نهاد یا اید از اون صحبت میکنیم که انسان یه موجود نیازمندیست که کوشش میکنه از دنیای خارج نیازهاش رو بگیره و خودش رو در حقیقت ارضا کنه، که اتفاقا اشاره که های مهندس به مسئله لذت و انشتن کردن برمیگرده از همین برخورد و برداشتی که در یه چنین زمینه‌ای وجود داره. و از حدود یک سالگی مکانیزم دیگری پیدا میشه در انسان که به انسان میخواد بگه که واقعیت دنیای خارج چیه و حدود 4 سال طول میکشه تا تقریبا این مکانیزم کار خودش رو به گونه‌ای مشخص میکنه، نه اینکه تمام میکنه، و در نتیجه یک کودک 5 ساله تقریبا خبر داره که دنیای خارج چه خبره، یعنی که پدر چقدر مهربونه، تا کجا میتونه باشه، شب چقدر میتونه بازی سر خواب در بیاره، در خصوص غذا با مادر چه کار میتونه بکنه، احتمالا در خصوص حمام ازش چه انتظاراتی دارن، و بنابراین آهسته آهسته متوجه میشه که دنیای خارج به گونه ای داره به اون میگه که تو چی کار باید بکنی و چی کار نباید بکنی، و کوشش میکنه این رو داخلی و درونی کنه تا قبل از اینکه با مشکلاتی روبرو بشه از قبل خودش رو با اون سازگار کنه. یعنی اگر میدونه احتمالا خطر رو تهدید میکنه از آغاز وارد اون حریم نمیشه. این در حقیقت اون ایگو یا خود یا منیست که بر روی نهاد یا اید مینشینه و به من شما دنیای خارج رو نشون میده. و بالاخره مرحله سوم که از 5 سالگی تا حدود 16 یا 18 سالگی ادامه پیدا میکنه اون چیزیه که به عنوان سوپر ایگو یا فراخود یا من برتر میشناسیم که به من شما میگه نه تنها واقعیت دنیای خارج چیه، حقیقت دنیای خارج چیه، یعنی نه تنها من و شما چیکار باید بکنیم بلکه حتی چیکار بهتره بکنیم. اینجاست که سر کله اصول اخلاقی و انسانی مطرح میشه که من و شما با وجودی که نهاد ما یه چیزی رو میخواد، خود یا من که نماینده واقعیت دنیای خارجن که من شما میگن تو میتونی این کار رو انجام بدی، فراخود یا سوپریگو برمیگرده میگه تو این کار رو نمیتونی بکنی برای که این کار بده، این کار زشته، درست مثل اینکه شما گرسنه هستید وارد منزل دوستی میشید که مهمان او هستید، به اندازه کافی غذا یا میوه یا شیرینی که شما میخواید روی میز هست، صاحبونه حتی ممکنه به شما تعارف بکنه، ولی سوپریگو به شما بر میگرده میگه صبر کن برای که آبرود میره زشته، فکر کنن تو شکمویی اصلا به خاطر شکم و غذا اینجا اومدی، برای شما میگه نه مرسی متشکرم الان میل ندارم، بقیه مهمونا بیان، و آرزو میکنید که انشالله بقیه مهمونا زود برسن که شما بتونید یه مقداری مشکلتون حل بدن، به روی خودتون نمیارید. به همجاست که بعید نیست رفت 2 سال 3 سال گرسنه یا نیمه گرسنه بمونید با وجود اینکه از یک طرف شما احتیاج به غذا دارید، از جانب دیگه غذا در دسترستون هست، اما زشته، آبروی آدم میره بعدی، و در نتیجه اتفاقی که میفته معلوم هست که من و شما خودمون رو نگه میداریم که غذا رو مصرف نکنیم. بنابراین ملاحظه میکنید که رشد شخصیتی من و شما به صورت نهاد خود و فراخود صورت میگیره. در یه سال اول نهاد، بین 1 تا 5 سالگی خود سر کلش پیدا میشه، بین 5 تا 18 سالگی فراخود، و تقریبا حدود 18 سالگی شخصیت من و شما فرم میگیره و شکل میگیره. بنابراین یه رشد شخصیتی اینجاست. نکته‌ای که دلم میخواد خدمتتون عرض کنم این هست که در این 7 تا رشد، یکی که رشد فیزیکی بود، 3 تا از این رشدها میتونن اتفاق بیفتن اما با انحراف و گرفتاری، که یکی از اونها همین رشد شخصیتی است. یعنی همه ی آدم ها بدون استثناء رشد شخصیتی پیدا میکنن، هیچ آدمی نیست که شخصیت نداشته باشه، همه ی آدم ها شخصیت دارن، فقط آیا این شخصیت مناسبه، آیا این شخصیت متعادله، آیا این شخصیت با شرایط دنیای خارج سازگاره یا نیست مسئله هستی، آیا این شخصیت برای خود فرد در سر گرفتاری درست میکنه یا درست نمیکنه مسئله است. بنابراین ملاحظه میکنید که از نظر رشد شخصیتی تکلیف کار مشخصه، من و شما یه مسیر رو طی میکنیم و تقریبا همه آدم ها وقتی حدود 18 سالگی میرسن
این شخصیت رو پیدا کردن، حالا یا خوب یا بد، یا مناسب یا نامناسب، ولی آنچه که وجود داره و اهمیت داره این است که رشد شخصیتی اتفاق افتاده و مرحله بلوغ شخصیتی من پیدا شد. رشد دیگری که اجازه بدید یه ذره توضیح بیشتری دربارش عرض کنم، رشد روانی اجتماعی. این رشد رو مخصوصا به این دلیل بهش اهمیت میدم که به نظر میرسه مهمترین رشده و به همین جاست که یه ذره وقت بیشتری رو بنده صرفش میکنم و امیدوارم که یه ذره هوا برای ما گرمتر از این نشه، حالا همین شاد بشه تنبالی کرد چون بعضی از دوستان شروع کردن کتاشون رو در بردن، شاید با بنده دعوا دارن، ولی خب برای شاید هم یه فکری برای هوا بکنی، یه ذره پنجره درا رو باز فکسه باز کذار، ولی خیلی گرم، خوشحالم که شما میگید، چون هر وقت میگم گرمه بعدم میگم که اون بالا هم گرمه که ما اینجا خیلی خوبی بود، حالا شاید درا رو یه ذره باز کنیم. بله مرسی، خیلی ممنونم. به آمان با یه در فکر نمی کنم با آر بشه، یکی از درهای دیگر هم باز کنید، چون بنده از این بالا دوستان رو می بینم در حال یه ذره جوش آمدن هستند، بعدم هوا گرم میشه، بنده مرایزم یه دست رو یک نواب دیگه دارن خامشون می باره، می دونید بعدم نیستون، یه در دوستان خسته هستن، یه در دوستان هم به زور دیگران آمدن بیشتر هم قصدن هم از سوالی اینه که دارم خامشون قهرمانی داشتیم میگو با آدم سالم نه از خوراک سیر میشه نه از کار خسته و نه سرماش میشه نه گرم. مبلغ هم شما اشکال داشته برو احتمالا من به رشد عقلی میرستم اون رو نداشته برو هیچ ادعای پهلوانی هم نداریم برو خوشبختانیم از این بابت مسئله جای نگرانی. خب رشد سوم که عرض کردم رشد روانی اجتماعی یعنی سایکوسوشیال هست و این رشد به این دلیل اهمیت داره که به نظر میرسه همه ی آدم ها این رشد رو پشت سر میذاره، یعنی همه ی ما این مسیر رو طی میکنیم، اجتناب ناپذیره. فقط سوالی که وجود داره این است که آیا ما به راه به اصطلاح درست میریم یا به راه غلط، آیا ما از مسیر درستی حرکت میکنیم یا از مسیر نادرستی حرکت میکنیم. یعنی مسئله‌ای که وجود داره مسئله درستی و نادرستی است و اون به این معناست که من و شما در زندگی 8 بار سر 8 تا دوراهی قرار میگیریم، 8 بار در زندگی من سر 8 تا دوراهی قرار میگیریم و بر اساس اینکه راه راست رو انتخاب کنیم یا راه چپ رو گرفتار مسائل و مشکلات میشیم. معمولا وقتی که مردم راه راست رو انتخاب میکنن تقریبا در مراحل بعدی هم در راه راست میمونن و وقتی راه چپ رو انتخاب میکنن در راه چپ میمونن. به همین جاست که این مراحل بسیار مهمه و امیدوارم بنده رو به گونه ای بتونید به اصطلاح تعریف بفرمایید که من بتونم با سرعت کل مطلب و خدمتتون عرض کنم. دو راهی اول بین تولد تا 18 ماهگی یا 14 ماهگی است، یعنی انسان بین تولد تا 14 ماهگی سر یه دو راهی قرار میگیره که یه طرفش دو راهی اطمینانه، یعنی به معنی تراست، و سمت چپش دو راهی نداشتن اطمینان، یعنی انسان ها در تولد تا 14 ماهگی یه تصمیم مهمی رو در زندگی میگیرن که من در دنیا میخوام به خودم و دیگران اعتماد و اطمینان بکنم یا به دیگران اعتماد و اطمینان نخواهم کرد، من به جهان و جهانیان اعتماد و اطمینان دارم یا ندارم. و بنابراین تعجب نکنید که اگر من و شما در این 14 ماه آسیب ببینیم کسی هستیم که تمام عمرمون بدبینیم، تمام عمرمون مشکوکیم، تمام عمرمون مظنونیم، تمام عمرمون معتقدیم که یک کاسه زیر نیم کاسه است و همیشه معتقدیم یک گروهی به صورتی به جمعی در حال در حقیقت توطئه کردن هستن. و بنابراین تعجب نکنید که اگر شما یه آدم 60 یا 50 یا 40 ساله دیدید که مشکوک و مظنونه غالب اوقات اینجا آسیب دیده. این آدم ها معمولا بسیار مایوسن، این آدم ها معمولا منفی هستن و این آدم ها اصولا پشت کار ندارن، آغازگران خوبی هستن اما کاری رو به آخر نمیرسونن و پایان نمیدن. بنابراین دوراهی اول از تولد تا 14 ماهگی یا 18 ماهگی، دوراهی دوم بین 18 ماهگی تا 36 ماهگی، یعنی 14 ماهگی تا 36 ماهگی یا 18 ماهگی تا 36 ماهگی است که این دوراهی دوم سمت راستش خودمختاری است، اتانومی، یعنی شما با مردمی روبرو هستید که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی در خانواده‌ای بزرگ شدن که به اونا آزادی عمل دادن، غذاشون آزاد بوده، لباسشون آزاد بوده، سرما و گرما
به مقدار زیادی آزادی عمل داشتن، رفتارشون آزاد بوده، عضلات و مایجاشون رو به راحتی میتونستن حرکت کنن، تأکید زیادی و فشار زیادی در خصوص آداب مربوط به دستشویی و این جور چیزا براشون وارد نکردن و بنابراین فرد در یه مرحله افتاده که احساس خودمختاری میکنه، یعنی فرصت این رو پیدا کرده که به صورت مرغ خانگی در نیاد بلکه به صورت پرنده در بیاد. یعنی شما با یه پرنده رو هستی که قصد پرواز داره، با حال اینکه اگر به سمت چپ بیفته گرفتار دو تا حالت میشه، یکی شک و یکی شرم، یعنی گرفتار doubt و shame. یعنی شما با موجودی روبرو میشید که اگر در سمت چپ افتاد همیشه مشکوکه، هیچ وقت نمیدونه تصمیم بگیره، همیشه نگرانه، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، قضاوت و نظر مردم براش بسیار مهمه و بنابراین دست به هیچ کاری نمیزنه. در حقیقت آدمی است که با ترمز روانی زندگی میکنه، یعنی در حالی که یه پاش به روی گاز زندگی است، یه پای دیگه‌اش به روی ترمزه و این آسیب مربوط به اونجاست. و اگر شدیدتر باشه حالت شرم پیدا میکنه، این خجالت. شرم و خجالت معناش این است که من از وجودم، از هوشم، از دانشم، از پدرم، از مادرم، از خانواده‌ام، از توانایی هام، از خواسته هام، از آرزوهام، از احتیاجاتم حتی خجالت میکشم. من از اینکه بگم آب میخوام خجالت میکشم. من از اینکه احتمالاً خوابم بیاد خجالت میکشم. من از اینکه اصلا اظهار وجودی بکنم خجالت میکشم. بنابراین ملاحظه میکنید که دوراهی دوم دوراهی است که من بین این دوتا قرار میگم و این مسیر رشدی است که یا این طرفش خود مختاری است، این طرفش شک و شرم. دوراهی سوم بین 3 تا 6 سالگی، یعنی من و شما در مسیر رشدمون بین 3 تا 6 سالگی اگر در سمت راست قرار بگیریم، آدمی هستیم که آغازگریم و خلاقیم، مثلا خلاق، یعنی اینیشیتیو و کریتیویتی داریم، موجودی هستیم که میتونیم چیزهای تازهی رو شروع کنیم، جرأتش رو داریم و در این حال کسی هستیم که هر چیزی که شما به من بدید یه ذره اون رو تغییر میدم و به صورت مطلوب و درسترش در میارم. با حالی که میتونه در این سمت قرار بگیره که احساس گناه، یعنی guilt conscious، یعنی من موجودی هستم که همیشه خودم رو گناهکار میدونم، همیشه خودم رو مسئول میدونم، همیشه خودم رو مقصر میدونم، همیشه خودم رو موجودی میدونم که نه تنها درباره خودم بلکه درباره دیگران هم رفتار درستی نداشتم. بنابراین شما خیلی راحت میتونید آدمایی رو ببینید که چگونه با احساس گناه زندگی میکنن، معمولا این احساس گناه رو به دیگران میدن و خیلی راحت هم با احساس گناه شما میتونید اونا رو قلاب کنید. یعنی روزی که بهشون یه پیامی بدید که تو چرا این کارو کردی یا تو موجب این شدی، احتمالا زمینه‌ای رو فراهم میکنید که بتونید اونا رو در اختیار داشته باشید. بنابراین موردی که دلم میخواد خدمتتون عرض کنم که بین 3 تا 6 سالگی من و شما با موجودی روبرو میتونیم بشیم که سمت راستش حالت در حقیقت به گونه‌ای آغازگری و خلاقیت داره و سمت چپ اگر افتاده باشه موجودی است گرفتار احساس گناه. دوراهی چهارم زندگی من و شما که میدونید اینو فرزندان شما پشت سر می‌ذارن بین 6 تا 12 سالگی است که سمت راستش توانایی مبلغ بودن، یعنی اندستری، یعنی من کسی هستم که مبلغم، میتونم تولید کنم، میتونم حرکت کنم، به خودم معتقدم، به خودم متکی هستم، فکر میکنم میدونم، فکر میکنم میفهمم، فکر میکنم از افته برمیام و بنابراین حالتی رو دارم که احساس مبلغ و مؤثر بودن میکنم. و حال اینکه اگر من به سمت چپ بیفتم حالت احساس inferiority، یعنی احساس حقارته، من حقیرم، من ناچیزم، من زشتم، من به درد نخورم، من به درد کاری نمیخورم، من از عهده کاری بر نمیام. و بین 6 تا 12 سالگی من و شما وارد مرحله و مسیری میشیم که همونطور که عرض کردم سمت راستش به عنوان اندستری میشناسیمش و سمت چپش به عنوان اینفریوریتی و احساس حقارت، که میدونید مسئله مهم در اینجا دبستان هست، یعنی زندگی من و شما رو در حقیقت به مقدار زیادی دبستان مشخص میکنه که در اونجا چه وضعی داشتیم و بر اساس اون زندگی آینده ما معلوم میشه. دوراهی پنجم بین 12 تا 18 سالگی است، یعنی بچه ها و جوان ها یا من و شما بین 12 تا 18 سالگی یه مسیر رشد داشتیم که یا در سمت راست بیفتیم که در حقیقت بهش میگن ایگو آیدنتیتی، یعنی تشخیص هویت، خود شدن، من خودم رو بشناسم، توانایی های خودم رو پیدا کنم، بدونم کی هستم و چی هستم و بالاتر از اون بدونم کجا میخوام برم، چی کاره میخوام بشم و چگونه میخوام به اون کاری که میخوام برسم. یعنی مسیر رشد من کاملا مشخصه. با اینکه من میتونم به سمت چپ بیفتم که غالب جوانا بین 12 تا 18 میفتن و اون مسیر بهش میگن lost and confused، یعنی من گم و گیجم. یعنی شما میتونید بین 12 تا 18 سالگی بدونید کجا میخواید برید یا درست بین 12 تا 18 سالگی نمیدونید کجا میخواید برید و اصلا نمیدونید چی درسته، چی غلطه، چی خوبه، چی بده، چه توانایی هایی دارید، چه توانایی هایی ندارید و بنابراین موجودی خواهید بود که بین 12 تا 18 گرفتار خواهید بود. تعجب نکنید، بنده بارها و بارها با دوستان 30، 40، 50، 60 ساله روبرو میشم در کار تراپی
که دقیقا حالت نوجوان رو دارن. They are lost and confused. گم و گیج. اگر تنها گم بودن مسئله نبود. چون آدم گم میتونه آدرس رو پیدا کنه. مسئله گیج هم هستن. یعنی وقتی بهشون تازه آدرس رو دادی بازم به جایی نخواهند رفت. بنابراین 12 تا 18 این مسیر رشد بسیار مهم است که من در سمتی افتادم که خودم رو یافتم، یعنی خود شدن، یا در مسیر چپ افتادم که lost and confused. بین 18 تا 40 من در مقابل یه دوراهی دیگه قرار میگیرم که سمت راستش هست intimacy and friendship، یعنی من صمیمیت هست و دوستی. یعنی آدم ها بین 18 تا 40 سالگی دو گونه زندگی میکنن، یا کوشش میکنن شبکه‌ای از دوستان داشته باشن، با مردم برن، با مردم بیان، بودن با مردم رو دوست دارن، مردم رو دوست دارن، کنار اونها احساس خوبی میکنن، برای دیدار اونها راغب هستن و مشتاقن، یا میتونن به سمت چپ بیفتن که isolation، یعنی جدایی و انزواست. تا اونجایی که ممکنه من باید از مردم فاصله بگیرم، ازشون فرار کنم، دوستشون ندارم، منو دوست ندارم، نمیخوامشون، کنارشون احساس خوبی نمی کنم، باشون راحت نیستم، رنج میبرم، رنج میدم و بنابراین کوشش میکنم دایره روابط خودم رو محدود کنم. بنابراین ملاحظه میکنید که بین 18 سالگی تا 40 سالگی من و شما میتونستیم تو یا دوراهی دوستی و صمیمیت بیافتیم یا تو دوراهی جدایی و فاصله. بین 40 تا 65 دوراهی سمت راستش هست جنراتیویتی، یعنی من بین 40 تا 65 میتونم موجودی باشم خلاق. حالا به یه مرحله از کمال رسیدم، دانش و آگاهی دارم، تجربه‌ای دارم، بینشی دارم، حالا میخوام دیگران رو کمک کنم، حالا دلم میخواد با دیگران باشم، حالا میخوام برای دیگران مفید باشم، حالا میخوام راهنما باشم، حالا میخوام رهبر باشم، در حالی که به راحتی میتونم پیرو باشم. یعنی نقش رهبری و پیروی رو به راحتی دارم، واسه اینکه در کجا قرار گرفتم، موجودی هستم مفید، مؤثر، موجودی هستم خلاق، موجودی هستم که آماده هستم از خودم مایه بگذارم برای که دیگران رو بتونم خوشحال کنم و در مسیر رشد ببرم. اینجاست که معمولا آدمایی که امیدوارم به کسی بر نخوره، فرزند نداشته باشن، غالب اوقات با یه بحران و مشکلی روبرو میشن، چون به یک بار زندگی خالی میشه و احساس میکنن که گرفتارن و به همین دلیل اون چیزی که به عنوان بحران میانه‌سالی یا midlife crisis میشناسیم میتونه خودشو نشون بده. اگر من بین 40 تا 65 در سمت راست نیفتم که اون مرحله مفید بودن و مؤثر بودن و خلاقیت هست، سمت چپش هست stagnation. stagnation یعنی رکود، یعنی سکون، یعنی میشم مرداب، یعنی میشم آب گندیده، یعنی حالا من فقط نق میزنم، حالا من فقط ناله میکنم، من فقط حالا شکایت میکنم، من حالا با همه چیز مخالفم و در حقیقت نه تنها خودم میگندم، با بوی گند خودم اطرافیانم رو اذیت. یعنی من حالا بین 40 تا 65 سالگی به جایی که حرکت کنم نشستم و به عقب برمیگردم، به دنبال این میگردم که کیو میتونم مورد حمله قرار بدم و کیو میتونم آزار بدم و اذیت کنم. و به همین جهت است که زندگی برام بسیار مشکل میشه و تعجب نکنید که توی چنین شرایطی است که واقعا احساس میکنم زندگی رو باختم، هیچ چیز فایده ای نداره، هیچ کسی وفادار نیست، هیچ کسی صمیمی نیست، هیچ کسی نزدیک نیست و این حالت منو از پا در و بالاخره دوراهی هشتم بین 65 تا 100 هست که سمت راستش هست ایگو اینتگریتی، یعنی آدم ها بین 65 تا 100 به یه مرحله میرسن که احساس لذت و رضایت از زندگی است، یعنی خوشحالن از زندگی که کردن، خوشحالن از تصمیمی که گرفتن، فکر میکنن اگر به دوباره به این دنیا برگردن اشتباهاتش رو نمی کنن، ولی مسیر کلی زندگیشون همونه که هست، از آنچه که انجام دارن احساس خوبی دارن، به یه لذت و رضایت و سرافرازی و سربلندی دارن و تعجب نکنید یه چنین آدمایی به راحتی با مسائل زندگی برخورد میکنن و مرگ براشون مثل یه سفر عادی محمولی محمول. و حال اینکه اگر در این سمت راست قرار نیفتن که اون مرحله سرافرازی و سربلندیست، سمت چپش هست دیسپیر، یعنی مرحله حسرت، یأس، افسوس، پشیمانی که چرا این کار کردم، چرا اون کار کردم، چرا این رشته رو انتخاب کردم، چرا اونجا رفتم، چرا این ازدواج کردم، چرا این بچه ها رو بردم، چرا این بچه ها رو نیوردم، چرا این گونه زندگی کردم. و در یه چنین شرایطی معلومه که فرد هم مشکلات فیزیکی هم مشکلات روانی و مهمترین مسئلهش مسئله مرگه، یعنی واقعا داستان مرگ رو اذیت میکنه و براش بسیار مهمه که سلامتش به چه صورت و به چه شکل و فرم بوده. بنابراین ملاحظه میکنید که من و شما در مسئله رشد روانی اجتماعی در حقیقت به گونه ای حرکت میکنیم که از 8 مرحله میگذریم و این روش حتما اتفاق میفته، یا من میرم به سمت راست یا میرم به سمت چپ. برای که فقط یه یادآوری باشه عرض میکنم که 18 ماه اول بود اطمینان در مقابل نداشتن اطمینان، 18 ماه دوم در حقیقت هست خودمختاری و آزادی،
در مقابل شک و شر بین 3 تا 6 سالگی سمت راستش بود آغازگری و خلاقیت، با اون که سمت چپش بود احساس گناه. بین 6 تا 12 سالگی مسئله مبلد بودن و مفید بودن هست که بعدا هم خودشو نشون میده در مقابل حالت احساس حقارت یا اینفریوریتی که وجود داره. بین 12 تا 18 سمت راستش بود کسی که خودش رو پیدا میکنه و خود شدنه و به کمال خودش میخواد برسه، در مقابل کسی که گم و گیجه و در زندگی سرگردانه. بین 18 تا 45 سمت راستش دوستی و صمیمیت هست، در مقابل سمت چپش به جدایی و انزوا و فرار از مردمه. بین 40 تا 65 من در وضعیتی قرار میگیرم که آدمی هستم که مقلدم و مفیدم و محسرم و در مسیر کمک به دیگران زندگی میکنم، زندگی من به دیگران مرتبطه، در مقابل کسی که استگنیشن هست، رکود جامد ساکت و از حال در حال از میان رفتنه و بنابراین خودش و دیگران رو اذیت میکنه. و بالاخره دوراهی هشتم که سمت راستش هست احساس سرافرازی و سربلندی و غرور از کاری که کردم، در مقابل سمت چپش که احساس یأس و حسرت و افسوس هست که چرا این کارا رو کردم. این مسیر اتفاق میفته و آدم بالغ کسی است که تمام این مسیر رو تقریبا در راه سمت راست آمده. اگر من در مسیر سمت چپ رفتم، در حقیقت بلوغی اتفاق نیفتاده، انحراف دست داده و منی که قرار بوده به جایی برستم از جایی دیگه سر درآوردم. من با اجازهتون به یک مورد دیگه اشاره میکنم، چون فکر میکنم که شما خسته شدید، بنده هم نه که خسته شده باشم، بیش از این شاید وقتی نداشته باشم بقیه‌اش رو یا به هفته آینده یا بعد از تنفس موکول میکنیم. و اون رشد احساسی عاطفی و جنسی است، یعنی مورد اگر اشتباه نکنم چهارم رشد احساسی عاطفی و جنسی است که اینا به هم مرتبطن. یعنی من و شما تو این مسیر باید یه حرکت مشخص معینی رو داشته باشیم و الا به راحتی میتونیم گیر بیفتیم و گرفتار بشیم. شما میدونید که کودک انسانی رشد احساسی و عاطفی و جنسیش رو در حقیقت بیش از همه رشد ها در شکم مادر شروع میکنه. رشد فیزیکی تنها رشدی است که با او میتونه به گونه‌ای مقابله کنه یا مسابقه داشته باشه. یعنی انسان وقتی که به این دنیا میاد یه موجودی است که هم از نظر احساسی و هم از نظر عاطفی ولی عمیق‌تر و سنگین‌تر از نظر جنسی با میل جنسی به این دنیا میاد و این میل جنسی همونطور که می‌بینید در منطقه دهان است. یعنی میل جنسی انسان در منطقه دهانه و کودک انسانی با از طریق مک زدن بتونه این میل رو ارضا کنه. اینا این تنها مسئله خوردن غذا نیست، بلکه مسئله میل جنسی و سپس حالات احساسی و عاطفی هم هست. کودک سالم کودکی است که بین تولد تا 12 یا 14 ماهگی حدود 2 تا 3 ساعت در روز مک میزنه، که این بدون تردید بهترین خوردن شیر مادره، بلکه تقریبا مادر 2 تا 3 ساعت خواهد. اگر شیر مادر نیست باید از شیشه شیری استفاده کرد که سوراخش تنگه و بنابراین مک زدن اتفاق میفته و یا احتمالاً به وسیله پستونک جبران بشه تا اینکه این حالت کامل بشه. اگر این اتفاق میفته من و شما در حقیقت سال اول بحران زندگی رو که مسئله بسیار مهمی است، هم از نظر احساسی هم از نظر عاطفی هم از نظر جنسی رو پشت سر گذاشتیم. بین 1 تا 3 سالگی میل جنسی در عمل دفع خودش رو نشون میده، چون مهمترین مسئله بچه مسئله حرکت عضلاتشه و این رو در عمل ادرارش خیلی کمتر ولی در مدفوعش خیلی بیشتر نشون میده. اگر برخورد پدر و مادر بین 1 تا 3 سالگی با فرزندشون در جهت عمل دفع بد باشه، اونجا میتونن آسیب ویرانگری به بچه بزنن. یعنی فقط به عنوان اشاره عرض میکنم اگر این برخورد درست نباشه، کودک از یه طرف بسیار تمیز باشه یا بسیار کثیف، میتونه بسیار مرتب و منظم باشه و دقیق موجودی باشه که همه چیز رو همه جا بذاره، پرونده برای همه چیز داشته باشه، آدمی باشه بسیار سختی، بسیار اخلاقی، آدمی باشه که بسیار مردد است در تصمیم گیری و همراه با او خشم خوبنده ویرانگری داره، کینه توزیای پنهانی داره که نگه میداره و نیشش رو به موقع خواهد زد و یه چنین موجودی اصولا آدم بدجنس بدخواهی است. یعنی حیرت خواهید کرد که یه ماجرایی مثل عمل دفع بین 1 تا 3 سالگی چگونه میتونه ویژگی های روانی خاصی رو به وجود بیاره. بنابراین اگر من و شما بین 1 تا 3 سالگی آسیب دیده باشیم، این ویژگی های روانی به عنوان خمیره وجودی ماست و آخری که احتمالاً بیش از همه اتفاق میفته خسیسی است. یعنی آدمی که بین 1 تا 3 سالگی مشکل عمل دفع داشته آدم خسیسی است، اصولا در جهت دادن چیزی از دست دادن چیزی از پا در میاد. حتی این آدم در جهت ابراز عشق و محبت هم مسئله داره، برای که فکر میکنه یه چیزی داره از دست میده و دلیلی نداره که دست به چنین کاری رو بزنه. بین 3
تا 6 سالگی دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه کودک یا من و شما بین 3 تا 4 سالگی کمی مسئله خود ارضایی دارید، یعنی کودک متوجه حالات تناسلی خودش میشه و کمی با خودش برمیده. اگر پدر و مادر برخورد درستی داشته باشن که باید با اون کاری نداشته باشن و اعتنایی نکنن، فقط نشون بدن که همطور که اون نمیخواد اونام نمیخوان و اون رو کنار بگذاره، بحران رو پشت سر گذاشته. اگر نه میتونه مشکلات جدی جنسی و احساسی عاطفی پیدا کنه. اما بین 4 تا 6 سالگی مسئله جنسی مسئله بسیار مهم میشه، به طوری که پسر بچه گرایشی به مادر پیدا میکنه و دختر بچه گرایشی به پدر، و این احساس بین 9 ماه تا 2 سال ادامه پیدا میکنه و با خودش احساس گناه بسیار، خشم بسیار و نگرانی و اضطراب فراوانی رو به وجود میاره. بنابراین اگر برخورد پدر و مادر با فرزندشون بین 4 تا 6 سالگی درست باشه، این بحران تبدیل به یه فاجعه احساسی عاطفی و جنسی نمیشه که بعداً عصب خواهم کرد، و بنابراین کودک حدود 6 یا 7 سالگی میره به سمت والدین از جنس موافق، اگر پسر میره به سمت پدر، اگر دختر میره به سمت مادر، و خودش رو با اونها همانند میکنه، یعنی آیدنتिफाई میکنه و بحران رو پشت سر میذاره و به مدت 6 سال که بین 6 تا 12 سالگی تقریبا میل جنسی نداره. اما اگر آسیب ببینه میل جنسی همچنان وجود داره و این گرایش به سمت پدر و مادر به صورت‌های مختلف رو اذیت می‌کنه و مشکلات بسیار جدی از نظر تمایلات جنسی و بیماری‌های جنسی و مخصوصاً زمینه‌های احساسی و عاطفی که ممکنه به صورت بیمارگونه‌ای به دیگران علاقه‌مند بشه و به دیگران محتاط بشه یا اصلاً به هیچ کس نبنده و هیچ کس رو هیچ وقت نپذیره و دوست داشته باشه می‌تونه خودش رو نشون بده. حدود 12-13 سالگی این میل جنسی به سمت افراد دیگه میره که نه خودشه نه خانوادهشه، بلکه کسانی از جنس مخالف، و چند سالی که حدود 13 سالگی شکل و فرم روانی خودشو پیدا میکنه اگر از نظر جسمی و جنسی آماده باشه، و بحران حدود 16 یا 17 سالگی به آخر میرسه. ما تقریبا هممون این مسیر 16 سال اول رو پشت سر میذاریم، فقط با این تفاوت که برخی از ما بسیار آسیب دیدیم به خاطر رفتار غلطی که با ما شده، و برخی از ما چون آسیب ندیدیم احتمالاً از این نظر از نظر سلامت روانی برخورداریم، یعنی حالات جنسی، حالات احساسی، حالات عاطفی ما از یه به اصطلاح تعادل و زمینه‌های مثبتی برخورداره و گرفتاری به وجود میاد. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که در جهت رشد فیزیکی معمولاً من و شما این مسیر رو طی می‌کنیم. از نظر رشد شخصیتی این اتفاق میفته، ولی ممکنه اتفاقات به صورت بیراهه و انحراف باشه و شما رو گرفتار کنه. رشد روانی و اجتماعی که رشد سوم اتفاق میفته و اون مراحل هشتگانه پشت سر گذاشته میشه، مهم این است که من و شما سمت راست یا چپ، و بالاخره رشد احساسی و عاطفی جنسی بین تولد تا 16 سالگی اتفاق میفته، و اگر من و شما در این مسیر آسیب ببینیم، این آسیب تمام عمر با ما خواهد بود، یعنی به صورت‌ها و جلوه‌های مختلف خودشو نشون میده. 10 یا 11 نوع بیماری جنسی که داریم میتونه در ما خودشو نشون بده، علاوه بر زمینه‌های احساسی و عاطفی. این کلیاتی است که در چارچوب بلوغ که در جهت فیزیکی، روانی و اجتماعی، شخصیتی و بالاخره احساسی عاطفی و جنسی هست رو خدمتتون عرض کردم. به این امید حالا یا بعد از استاد تنفس اگر فرصتی باشه، یا احتمالاً در جلسات آینده به سه مورد دیگه بنده اشاره کنم و در خدمتتون هستم برای سوال و جواب. میدونم که شما رو به دلیل یک نواختی مطلب و حجم مسائل خسته کردم، ولی از اونجایی که فرموده بودن بلوغ چیست و بالغ چیست، بنده رو در وضعیتی قرار دادن که چاره‌ای جز این گفتگو نداشتم. به هر حال از حوصله شما سپاسگزارم و به امید گفتگوی بعد. چای سرد قابل تحمله، چون
چای سرد میخورم، فقط این نگاه سرده که قابلتم. میگه چای سرد با آش سرد را میشه از کنم خدمت شما که خورد، ولی نگاه سرد قابل قبول نیست. دو سه مطلب هست قبل از اینکه به تنفس برویم. اولین مطلب که دوستان همیشه اشاره میکنن، هی از اونجاها حرکت های به اصطلاح لاتینی صورت میگیره، راجع به این تکلیف صندوق. خبر خوبم به خاطر سخاوت دو تا از یاران ما در این دنیا و در این جلسه حاضر دارم و حاضر نیستن اسمشون گفته بشه، کسری صندوق ما جبران شده. فوق‌العاده یعنی من وقتی چک یکی از دوستان رو باز کردم، گفتم اگه 5-6 تا صفر جلوش بود و به خود من میرسید اینقدر خوشحال نمیشدم. آدم غیر از مسئله مالیش یه احساس دلگرمی داره و وقتی به دوستان تلفن زدم و به اونها گفتم، دیدم همین احساس رو دارم. در واقع یک نوع تاییدیه بر کار ما هست. در واقع روشن کردن این چرا مثل اون رأی اعتماد، رأی اطمینان هست که وسیله این پاکت ها به اون صندوق کوچک نیست. این لطفا فراموش نشه. این جلسات خرج داره و مسئولیتش به عهده همه ما هست، از کلیه سروران به هر صورت و به هر شکل که به ما کمک میکنن و چه اونایی که کمک نمیکنن یا دفعه یک در به هر صورت از همه متشکرم و توضیح بیشتر در این مورد نمیدم و امیدوارم که این مطلب رو در موقع تنفس دوت کنید، کاغذاتون رو بردارید، هر چقدر که دلتون بخواد تقبلید بکنید و بریزید به اون سمت. این یک از بعد. مطلب دوم راجع به کلاس هاییست که برای استاد نادر نادرپور در سان دیگو تشکیل خواهد شد. نمیدونم چند نفر از شما در کنفرانسی که ایشون صحبت کردن روز یک شنبه تشریف داشتید، ولی فوق‌العاده جلسه زیبا بود. ایشون یکی از متفکرین و دانشمندان کشور عزیز ما هستن و فعلا برای سه ماه آخرین یک شنبه ساعت 3 در همین سان دیگو تشکیل کلاس خواهند داد. اسم نویسیشو تا روز 14 ماه فوریه دارم. دوستان از این فرما قرار بود به اینجا بفرستن، نمیدونم فرمی در اختیار هست یا نیست. اگر کسی میخواد شرکت بکنه میتونه اسمشو با $25 ورودیه در کلاس لطف کنه به ما براشون. چه نوع کلاسی هست؟ کلاس های زبان فارسی و ادبیات فارسی. ایشون از این کلاس ها در لس آنجلس دارن، در ارواین دارن و بعد اگر خواهم شد کلاس های اختصاصی راجع به حافظ شناسی، مولوی شناسی، سعدی شناسی میذارن و ایشون بی نیاز هستن که ما راجع به معیارهای به اصطلاح دانششون اینجا صحبت کنیم. این اولی مسئله. مسئله اعلان دوم خدمتتون عرض بکنم که ما این جلسه 4 پشت سر گذراندیم در این سالن و وارد 5 سال شدیم و بزرگ داشتیم و همین مورد در روز 14 اپریل با کنسرت آقای هوشمند عقیلی در اینجا خواهیم داشت. کنسرت آقای هوشمند عقیلی در همین سالن با شام و دسر برگزار خواهد شد. بلیط ها از همین تعداد بلیط ها خیلی محدوده و به همین علت دیگه دوستانی که میخوان الان بلیط آماده است میتونن بخرن. با عرض معذرت تصویب شده که برای دم در بلیط رزرو نکنید، چون تاریخ جمعه 14 اپریل که فردا آخرین روز مهلت مالی هست و قرار شده که از رزرو کردن برای دم در خودداری بکنید، چون یک جلسات در حدود 15-16 تا از این بلیط ها رزرو شد، دم در دوستان تشریف نیاوردن و به ضرر بنیاد شد. اینه که خواهشه که اگر لطف بکنید از حالا بگیرید خیلی بهتر خواهد شد. و این دومی که سه مرتبه برای دوم
شما خیلی سخت میگیری. من وقتی اینجا میام زبان فارسی زبان خارجه است برای من قربان. وقتی میخوام فارسی هست به روز که از کو دارم میرم بالا به ترکی باش آنچنان بلبل بگم بیرم. میخوای یه جلسه ترکی بکنم ببین چقدر اینجا چند نفر زبان ترکی را میدونن؟ ترکی آذری را. حالا ببین اینی که میگم میدونی بفهمید اونا که فکر میکنن ترکی میدونن. سرشتی که ارکه کهی کرپه کرپی دیشی کهی کرپه کرپی کرکنی یما یخصا دیشی کهی کرپه کرپی ارکه کهی کرپه کرکنی کرکنی یما چی بود؟ دفعه آینده در جلسه ما به اصطلاح میتونم بگم یه حالت کنفرانسی خواهد داشت و جناب عرض کنم خدمت شما که موضوع بحث در فلایران نوشته شده احتمالاً چون عده شرکت کننده به علت اهمیت مسئله زیاد خواهد شد دو تا خواهش دارم. خواهش دومم اینه که با هم تشریف بیارید از یه ماشین استفاده بکنید و خواهش اولم اینه که دوستانی که میتونن ما یه دونه ماشین مینیبوس خواهیم گرفتم این چهارراه اول یه پارکینگ خیلی بزرگی است. شما ماشیناتون اونجا پارک بکنید دوستان شما رو به اینجا میارن چون احتمال داره اگر تعداد ماشینا زیاد بشه آتش نشانی نذاره این کارو بکنید و پلیس مانع بشه. پس خواهشم اینه که برای روز چهار مارچ که در همینجا آقای جناب دکتر بابری و جناب دکتر فرهنگ دولاپوری مشترکاً کنفرانسی خواهند داشت، موضوع کنفرانس خواهد بود دیکتاتوری، آزادی و شخصیت ایران. اینه که عنایت بفرمایید که موضوع به اصطلاح ماشین پیش نیاد. و سومین خواهشم اینه که تشریف ببرید از چند میشه دوایید دومه مربوط به سن و سال خواهد اینه که تنفس و پذیراییه تشریف داشته باشید از خودتون پذیرایی کنید. در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست نون و پنیر و شمس. خب مینو خانم گرامی حال شما چطور است؟ خیلی از صحبتتون استفاده میکنیم. نه؟ در این شما خب تقصه رو باشم آره حالتون چی داره؟ چشم روشن خیلی خوش آمد یا الله جناب درخشم بسیار خوش آمد چی داره؟ خوبستی خوش داره خوبستی خسته نباشید زحمتتون واقعا در دوست من واقعا زحمت میدونم واقعا چقدر نخواهم چیز نه والا همه هم خواهی برمارد خیلی چیز میبرم خیلی لطف شما هر موقع فرصت داشتیم به این چند دقیقه
جان. البته واجب چیز ده من با شما تلفنی صحبت کردم راجع به خانم مهربان. ایشون منم مشکل صحبتی بکنم. قابل نشکنم ولی خب سر موضوعات فعلا هم تو استناد باید بیاری از یه سری جبرزون
Right.